سلام بچه ها، دوباره اومدم بعد از مدت ها. هوای استانبول یه جوری شده که نمیدونی سرده یا گرمه و یه جوری ترک میخوری. و جدا از اینها بعد از مدت ها اومدم با یه ولاگ و دیدم که یه ولاگی داریم از خیابون استقلال توی شهر و توی روز نشونتون نداده بودم، هرچند شاید دیده باشید خودتون، ولی خب گفتم حالا گرفتن این ولاگ خالی از لطف نیست، بریم که یه قسمت خیلی جالبی بهتون نشون بدم. اینجایی که میبینید اینجا کلن بهش میگن میدان تقسیم و اینجا کلن هر کی میاد استانبول سمبول استانبول اومدن، یعنی بلا استثنا یه دونه عکس جلوی این مجسمه ها میگیرن و اعلام میکنن که ما اومدیم استانبول. اینجوری بهتون نشون بدم، از این زاویه بیشترم توی این زاویه وای میستم، مثلا همه سیس عقاب و اینا یه عکس اینجا میگیرن، یعنی ایرانی باشی استانبول اومده باشی عکس نگرفته باشی اینجا امتیاز اون مرحله رو از دست دادی. خب برگردیم، بزنم برمیگرده، برگردیم بریم به سمت خیابون استقلال. میخوام بریم دقیقا به روی من خیابون استقلال الان نشونتون میدم، خیلی هم شلوغه توی این موقع از سال. اگه برگرده ممنون میشم. این خیابون استقلاله، این همون میدونه تقسیمیه که بهتون گفته بودم همه جلوش عکس دارن، دقیقا یه دور اینجوری میزنید. اینم اون تراموای معروفه که از وسط خیابون استقلال رد میشه و قدمت خیلی قدیمی داره، قدمت 100 ساله مثل این که داره. اینجا هم میبینید که به یاد آتاتورک و 100 سالگی جمهوریتشون که دونه اینجوری یاد بود زدن این بالا و سیمیت چی ها رو مشاهده میکنین. اینا سیمیت میفروشن، اونایی که حالا استانبول اومدن 100% دیدن اینا رو، اونایی هم که نایمدن من دارم نشون میدم که ببینید. خب این خیابون استقلاله و الان میخوام برم توی خیابون استقلال. جمعیت رو میبینید شما چه جمعیتیه، اونجا هم بلال میفروشن با کستانه، حالا نمیدونم بلوط میشه چی میشه، فکر میکنم هم بلوط میشه دیگه، کباب میکنم میفروشن. و اینم منم، میخوام برم پایین، میریم پایین، پایین رو بهتون نشون بدم. این تراموای هم بهتون نشون بدم از نزدیک ببینید، همه میان جلوش عکس میندازن، تو شمپور آدمه اگه مشاهده بکنید. گفتم الان راه میفته ولی راه نیفتاد که ببینید چه جوری است. شاید خیلی چیز توفیعی هم نیست، یه راه میفته دیگه، خیلی وسیله یه که راه میفته میره. خب بچه ها اومدم توی خیابون استقلال، ساعت 4:20 بعد از ظهر و از روبروی من سیل جمعیتی داره میاد و وسط دارم میرم ماشینم داشت میزد بهم و این سیل جمعیتی هستش. الان بهتون نشون میدم یه سیل جمعیتی داره واقعا از پایین میاد به سمت بالا، همینطور از بالا میاد به سمت پایین و میبینید دیگه ساعت 4:20 اینجوری شلوغه. و توی ولاگ قبلی که گفته بودم فکر میکنم واسه یه سال و نیم پیش، دو سال پیش نمیدونم دقیقا چه تایمی بود، دقیقشو نمیدونم، ولی توی اون یکی ولاگ هم گفته بودم خیابون استقلال خیابونیه که 24 ساعت توش توریست هست، یعنی
این خیابون کامل هیچ وقت خالی نمیشه مگه برای شرایط خیلی خاص، یعنی مثلا 4 صبح بیای، 4 بعد از ظهر بیای، چرا نم 12 شب، 12 ظهر، هر تایمی بیای همچنان توش آدم هست و پر توریسته. حالا شاید مثلا یه تایمی کمتر بشه، ولی خب اکثرا اینجوری پره. یه بالا نشون میدم بهتون که ببینید تا اون ته آدم قشنگ. بعد توی ولوگ قبلی که از استانبول از خیابون استقلال گرفته بودم براتون، گفته بودم که یه خیابون خیلی بلندی خیابون استقلال، حالا 2-3 کیلومتر، 4 کیلومتر، 5 کیلومتر، هر چند کیلومتر دقیقش رو نمیدونم، اطلاعی هم ندارم که دقیق بخوام بهتون بگم، به خاطر همین گمراهتون نمی کنم. و شما الان فکر کنید به عنوان یک توریست دارید توی خیابون استقلال قدم میزنید، مغازه‌های دور و اطراف رو بهتون نشون بدم و این استارباکس، این داروخونه است، نمیدونم چه لزومی داره من الان داروخونه رو بگم، ولی خب نه مرسی واکیکیه که معرف حضور تمام هموطنان عزیزمون هستش. و دیگه مکدونالدز و نمیدونم شهر خارجی گفتم مکدونالدز دیگه اینا هست دیگه. بعد یه دونه تصویر خاطر انگیز از کتون داشتیم توی همون ولاگ قبلی که حالا ویدیوشو حتما اینجا چیز میکنم، زیر همین ویدیو یا لینکشو میذارم یا اسم این چیزش یادم میزنم که اونم بتونید از همین ویدیو یا همین ویلاگ بتونید برید اون یکی هم ببینید که ببینید شبش چه شکلیه، روزش هم چه شکلیه. این کتونه توی اون ویدیو داشت میبست، توی این ویدیو هنوز بازه مغازه، خب ساعت 4-5 بعد از ظهره 100% باز بشه. اینا هم این موتوری که هستش که تو حلقمون اومد رد شد، این مغازه کتون هستش، این مغازه دیزله دیگه، کالینز و مانگو و حتی به قول خارجی ها منگو، به قول ترک ها مانگو، و این این بستنی هایی که مردم رو اسفل میکنی یه ساعت، خدا تومنم پول میگیره ازشون. یه با بیا بکم اینو ببینیم روحیتون شاد شد. آها. همه هم دارم فیلم میگیرم، همه هم جمع شدم دارم فیلم میگیرم، چیز جالبیه واسه شون، واقعا خوب ایده ایه که ملت رو اسکول کنی پول هم بگیری ازشون. چیز جالبی که یه چیز جالبی که هست اینه که وقتی توی خیابون استقلال را میرید احساس غربت نمی کنید به هیچ وجه، چون ماشاءالله هموطنانمون به قدری هستن که دیگه هیچ احساس غربتی نمی کنید، حس خوبیه. رد شدن این تمبایی بهتون نشون بدم، شاید برای یه سری جالب باشه. چند تا طول سگم آویزون بودم، طول سگای آویزون. اینو داشتم بهتون میگفتم که کلن خیابون استقلال جز این شلوغی و مغازه های گوناگونی که اطرافش هست، دو طرف هست،
و مشاهده میکنید اینجاها هر طرفی بکنم مغازه است، مثلا برندهای معروفی هست مثل ماوی و چه بدونم هم با اقسام برند لباس و کفش و بعد حتی لوازم آرایشی و اینا و توریست ها به خاطر اینکه اکثر هتل ها توی این محدود است، توی این منطقه است، توریست ها بیشتر این منطقه رو میشنسن و خاطر همین خیلی شلوغ میشه چون خیلی هتل هست این دور اطراف و نسبت جاهای دیگه شهر خیلی بافت قدیمی تری داره چون نمیتونن زیاد دستکاری بکنن چون این بافت قدیمیه به اصطلاح جاذبه گردشگریه، بخوان هر چیزی دست بزنن عوضش بکنن یه لطمه ای وارد میشه به هر چیزی. نمیدونم در مورد اینها چرا دارم اطلاعات میدم، حسه یه تور لیدری رو دارم که آوردمتون بگردید، عشان دارم همه چی بهتون توضیح میدم. هوا هم گرمه الان ولی خب عصر خنک میشه، خنک چهارسمان سرد میشه. ما با تفاوت چرا داشتم بود؟ تفاوت دمایی روز و شب اینجا یه چیز بین 10 تا 15 درجه است، یعنی روز اگه مثلا باشه 25 درجه شب میشه 10 درجه و سرد میشه. حقیقتا 2 سال پیش اینجا اومده بودم، اینجا رو نشونتون داده بودم، اینجا شبش رو دیده بودید، گفتم حالا الان تو روزم بیام، خالی از لطف نیستش اینجا رو نشونتون بدم. اینجا توی ویدیو قبلی نشون داده بودم بهتون، کافه ها هستن اینجا، ها موزیک زنده داره، موزیک زنده داره اینجا ها، من رو شیشه میبینید. اینجا ها دو طرف صندلی داره میشینن اینجا ها، عصر موزیک زنده و نوشیدنیشون رو میخورن، حالا اگه غذایی سفارش بدن غذاشون رو میخورن. اینم منم سلام و اینجا هم همینطور همه اینا کافه است. حالا تا پایین میرم چون اون سال رفته بودم، فقط میخوام ورژن روز اینا رو هم بهتون نشون بدم. اینی همشون دارن باز میشه رو من الان چون عصرا اینجا شروع میشه، الان این تایم باز میشه رو من قشنگ همینجا میشینم با هم دیگه، اینجا فکر کنم خشک باره مثلا. بعد اینجا فیلم برداری بود دفعه پیش، اینجا همون خیابون قشنگی که این چراغا بالاش بود، شب خیلی قشنگ میشه، این روشن میشه، ویدیوش هست توی کانال، چه بلر قشنگی هم خورد توی دوربین. خلاصه که اینجوری همینو برمیگردم. ویدیو قشنگی داره اینجا، شبا خیلی خوب میشه واقعا قشنگ. اینجا شیشه های مشروب بود و الان هم دارم برمیگردم بالا که بریم دوباره تو خیابون استقلال همون مسیر پارسال رو ادامه بدیم و خیلی هوا خوب شده الان. حالا یک ماه دیگه کلن دیگه هوا گرم میشه، گرمه گرمه تابستونی. خیلی مثلا اینجا میشینن اینجا بغل من یه خانومه نشسته و مثلا میان میشینن کاراشون انجام میدن، مثلا لپتاپ میاره پروژه هاشون کار میکنن اینجور داستان ها. و اینکه الان دوباره داریم میریم تو افتا، من عینکم رو بزنم. خب دوباره اومدیم توی خیابون
استقلال میخوام که تا گالاتا برم، گالاتا رم توی روز بهتون نشون بدم که ببینید چه شکلی میشه. مثلا شکلی نمیشه، همون جوری که هست، فقط نور روزه دیگه. اگه البته ماشین نیاد زیرمون کنه، چون دوربین گم هم که حتی اگه ماشین نیاد زیرمون کنه، چون اینجا اینجوریه که یه ها وسط میان رد میشم، رو و میزنم و بری کنار، نری کنار یه دیدی زد اینجوریه. یه مقدار هم اینجا ها رو میگیرم دیگه تا دیدی رد شد رفت هم هستم. میره وای میسه بوگو میزنه، قشنگ پل میده آدم ها رو دیگه. خلاصه که خلاصه هوای خیلی خوبیه، جای همه دوستان خالی. امیدوارم که هر جایی هستید بهتون خوش بگذره. یوی همینجوری اومد به دلم که اینو بگه و چقدر و میگم خیلی تشنم شد حقیقتا. هوا گرم شد، آفتاب خیلی تیز و برنده ای داره، برنده آفتاب خیلی تیزی داره و باز گفتم و آفتاب خیلی تیزی داره به خاطر همین خیلی تشنم شده من. دو تا هموطن همین الان از کنار من رد شدن و خیلی جالب میگن شاهد از غیب رسید. همینه دو تا هموطن دیگه هم رد شدن، میگن شاهد از غیب رسید همین. مثلا صحبتشو که کردم رسیدم، دوستان عزیز داشتن فیلم میکردن. خلاصه که جای همگی خالی، جلو رو بهتون نشون بدم ببینید چقدر شلوغه. یکی ترکیدش همین مستقیم یکی دو کیلومتر دیگه باید بریم پایین که برسیم به گالاتا. گالاتا هم حالا نشونتون میدم، بریم که ببینیم چی هستش. خب بچه اومدیم پایین تر، اینجا جاییه که تراموای ایسکا شروع میشه. نگاه کن نگاه کن نگاه کن، اینجا رد میشه و همه مردم توشن، اینا هم آویزون شدم بهش و قطع کردم اشتباهی. آره بچه ها، اینجا جاییه که ایسکای تراموای شروع میشه و تا دم میدون میره، اونجایی که وایساده بود تراموایه نشونتون دادم، حرکت نکرد که بهتون نشون بدم، تا اونجا میره و بعد دوباره همونو دور میدون دور میزنه، برمیگرده پایین، میاد اینجا نگاه کنید، میاد اینجا دوباره اینجا شروع میکنه، اینجا ایسکاش خب. و حقیقتا من خودم هم سوار نشدم، نمیدونم چقدر هزینه‌شه بلیط باید بخری، با استانبول کارت باید استفاده کنی، مثل که هم استانبول کارت میشه استفاده کنی هم میشه بلیط خرید، ولی من اطلاعی ندارم، تا الان سوار نشدم که بخوام بهتون بگم چجوری از شرایطش بگم. و الان هم اومدم اینجا نزدیک گالاتا، هم حالا نزدیک نه 300-400 متر مونده، آفتاب هم میبینید به طور وحشیانه ای الان داره میتابه، چشم رو کور کرد و یه ماشین هم از پشت داره میاد که لهم کنه اینجوری. و
و ببخشید خب آفتاب رفت خدا رو شکر سایه شد و اینجا یه مسیر خیلی جالبیه. اینجا بهش نکته جالبی داره. اینجا بالا سرم الان نوشته میبینید شما، نوشته ها برعکسه به صورتیه که توی دوربین خونده بشه. میبینید تنه هم میزنن میدن اینجا اصلا. اینجا اگه نگاه بکنید به صورتیه که گم کرده دوربین منو، دوربین گیت شده. آره این پشت یه جوری بود که برعکس مونده بشه، الان اینجا هم همینطوریه. اینجا هم اگه نگاه بکنید میبینید یه ابتکار جالبی به خرج دادن و همچنان هم ادامه داده. اینو تیتراژ فیلم میاد از بالا سر من رد میشه. نگاه کنید اینو تیتراژ فیلم و ابتکار خیلی ساده ایه که ایده خیلی ساده ایه که یه ابتکاری به خرج دادن و به نظرم چیز قشنگیه، ایده باحالیه. بابا خود بیا برو دیگه، یه حاجی داره رد میشه اینجا، یعنی دهن ما رو آسفالت کرد تا رد شه. 300 بارم بوغ میزنن اینجا، به بوغ علاقه وافر دارن. بعد اینکه منظره پشتم قشنگ شد خدا وکیلی، همینجوری بوغ میزنه، همون ماشین هست همینجوری بوغ میزنه تا پایین، هر کی بیاد جلو بوغ میزنه، برو کنار که من برم. و ساختمون های میبینید قدیمی و حالا بافت قدیمی داره، ولی خب قشنگه. من به شخصه دوست دارم بافت اینجا رو. برم و اینکه نزدیک گالاتا دارم میشم، اینجا هر آن احتمال داره ماشینی، موتوری، چنم اسکوتری بزنه کله پات کنه. و به طور جست گریخته میشنوم هموطنایی که از کنارم رد میشن و خیلی ریز از کنارم رد میشن و میخوان مثلا تابلو نکنن. اینکه اینجا خیلی سرپایینی شدیدی داره اینجا، یعنی اینجوری شاید تو تصویر نگاه میکنید ولی این عشان اینجوری میره پایین، اینجوری میره پایین، اینجوری میره پایین، عشان مشخصه اینجا. عشان این اینکه من الان دوربین صاف بگیرم شیب و اینجور نشه میبینید، این دوربین مثلا صاف این شیبش خیلی شیب افتضاحیه، یعنی اینو از پایین بخوایی به بالا کوهنوردی خودش. همچنان دارم میرم که برسیم به گالاتا، هنوز هم نرسیدیم و یه چیزی که هست در مورد گالاتا اینه که دارن تعمیرش میکنن و توی تعمیرات یه موتور هم نداریم در پشتمون، توی تعمیرات دوروبرش رو دیوار کشیدن. دیوار قبلا بوده یا دارن مرمتش میکنن یا تصمیم گرفتن دیوار بکشن، اینوشو نمیدونم. با نمیخوام برو کرد حل هم دارو بچه. حالی کن که رسیدیم دیگه، الان رسیدیم، میخوام که صحنه نشونتون بدم، صحنه زیبا، و ببینید که الان در این روبروی من چی هستش. این شما و این هم گالاتا.
we hang out the whole next day, laughing, having fun. آفتاب خیلی شدید بود. زدم عینک و یه مقدار به چشم که چشم داشت اذیت میشد حقیقتا. و الان نزدیک گالاتا هستیم. این دوستان عزیزم که میبینی دارن کستانه میفروشن. ببینم گالاتا حالا تصویری که روی در باشه از اون که بکنم ببینم کنم این باشه. خیلی جالبه. دوربین گیت شده. این الان گالاتاس. این گالاتاس. من الان دمه تا دیواراشو مشاهده میکنید. دیواراشو مشاهده میکنید. اینجا مردم تو کافه نشستن. خوشم کافه مردم. این هم گالاتاس. میبینید که دارن تعمیرش میکنن. تعمیر که مرمتش میکنن. این همون خیابون معروفیه که توی اون ویدیو نشونتون دارن. یه خیابون خیلی زیباییه. حتی همه الان وایستادن دارن با گالاتا عکس میگیرن. به خاطر همین خیلی شلوغه. خیلی شلوغه. خیلی شلوغه. نگاه کن همه تا پایین. همه تا پایین دارن عکس میگیرن. الان این گالاتا پشت من سلسله 50 تا موتوری هم میبینید پشت سر من. این منم نشونتون بدم که ببینید دیگه. الان اومدم تا اینجا و فکر میکنم برای امروز کافی باشه. برم که دیگه برگردم برم سمت استودیو، سمت دفتر. این همون خیابون قشنگیه که پارسا پیارسا اومده بودم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شما رو با این تصویر خدای بزرگ می سپارم. مراقب خودتون باشید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. مراقب خودتون باشید. فکرم دو سه بار گفتم مراقب خودتون باشید چون شلوغه. من یه مقدار هول کردم چه تاکسی هم میخوان لهم بکنن. در کل ایام بکام و اوقات خوشی داشت. چی دارم میگم نمیدونم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ویدیو رو بفرستید در دوستاتون و اینکه برام کامنت بذارید دوستامونم ببینید. مراقبت کنید. باز دفعه سیوم گفتم مراقبت کنید. توم کرد دوربین منو. فعلا میخوام این کنیجی خدافزی کنم. دوربین گم هم میکنه. فعلا تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.